تولدت مبارک بابا. یه لحظه. بیچاره زویا، حتی باباشم باهاش حرف نمیزنه، تو هم باهاش حرف نمیزنی. داداش میدونم که خیلی عصبانی، ولی یه ذره به فکر زن داداش زویا هم باش لطفاً. داداش اگه برای خودت نه، حداقل به خاطر اون لبخند بزن لطفاً. مثل قبل باش. بابا حتی اگه از دستم عصبانی، حتی اگه من و دختر خودت بدونی یا ندونی، همیشه بابای من میمونی. تولدت مبارک بابا. ممنون آدیتیا، ممنون. ممنونم. حالت خوبه؟ نگرانی؟ نه نه، ممنون. متشکرم. یه لحظه وایسا نور، به هم بگو ببینم مشکلت چیه. نور اگه خواهرت کارای تو رو میکرد، تو چی کار میکردی؟ اگه تو بودی که با اختیار خودت خلاف حرف پدرت ازدواج کرده بودی، اون وقت خواهرت چی کار میکرد؟ بابا بات صحبت میکرد و تلاش میکرد براش توضیح بده، یا با تو هم حرف نمیزد؟ چی شد؟ چرا زل زدی؟ یه سوال ساده پرسیدم، جواب بده دیگه. تو خواهر خودتو نمیشناسی؟ از بچگی صداش میکردی آبجی آبجی، این همه جلوی بابات طرف تو رو گرفته و نجاتت داده. اگه اون بود چی کار میکرد؟ طرف تو رو میگرفت یا طرف بیمنطقی بابا تو؟ ببین آدیتیا، بابام اجازه نمیده که... الکی ننداز گردن بابات، من ازت یه سوال پرسیدم، پس به همون جواب بده که دست از سرت بردارم. آخه آدیتیا و چی؟ جواب بده دیگه. جوابش آدیتیا بود؟ شما دوتا خواهر یه مشکلی دارین، دوتاتون میدونین چی درسته و چی غلط، چی کار باید بکنین و چی کار نکنین، ولی هر دوتاتون میرین خلافش رو انجام میدین. من خودم جوابتو میدونم نور. بس دیگه، دیگه چقدر میخوای اذیتش کنی؟ به حال روزش نگاه کن. فکر کردیم اون هیچ کس رو نداره که باش حرف بزنه؟ آبجی،
داندیا؟ داندیا بازی کنی؟ تو واقعا داری با من صحبت میکنی؟ آره آبجی، لطفا منو ببخش. من اصلا نمیدونم که به چه حقی از دست خواهرم عصبانی شدم. بخواستم گناهی که نکردی و مجازات کنم. آبجی لطفا منو ببخش. میدونی زویا الان آدیتیا؟ یعنی شوهر خواهر آدیتیا به هم گفت که دارم اشتباه خیلی بزرگی میکنم. خواهش میکنم منو ببخش. میدونی زویا، شوهر خواهر آدیتیا خیلی دل من و مامانو به دست آورد. بذار هرچه زودتر دل بابارم به دست بیاره تا همه چیز درست شه. همه چیز درست میشه نور، من میدونم همه چیز درست میشه. حالا تو پیش منی، مامان پیشمه، هممون با هم بابا رو راضیش میکنیم. کوه نور خدا، خیلی دلتنگت بودم. دل منم برای تنگ شده بود. با اینکه الان از دستم عصبانی هستی ولی سعی میکنم راضی نگهت دارم. آدیتیا، نور، ممنونم. ممنون، ممنون، ممنون. آدم های لجباز مگه حرف گوش میده؟ گریه دیگه بسه، بریم داندیا بازی کنی؟ Thank you.
الو الو تو چی از جون من میخوای؟ الو زویا، چقدر پیشرفت کردی؟ فوری رفتی سر اصل مطلب. باشه باشه، تو یه کاری کن، پشت سرتو نگاه کن. چی میبینی؟ یه زن که کنار شوهرت ایستاده، نه؟ اون کیه؟ اون اون یه بلای آسمونیه، یه بلا که قراره سر تو شوهرت بیاد. خوب گوش کن، حالا قراره به شوهرت تهمت دست رازی بزنی. و تو باید چی کار کنی زویا؟ آفرین، میری که به شوهرت درس بدی، بهش یه سیلی حسابی میزنی. جلوی همه، فهمیدی؟ من همچین کاری نمی کنم، شنیدی؟ دیوونه شدی؟ آره؟ برو زویا، عجله کن، شوهرت قراره به دست رازی متهم بشه. الو الو الو، ای وای، نه من چشم نمیخورم. خجالت نمیکشی؟ تو انسان نیستی. اون همین الان به هم دست رازی کرد. ببخشید، چرا داری دروغ میگی؟ من کی بهت دست زدم؟ آدمایی مثل تو نمیان گاربا بازی کنه، میان که زنایی مثل منو اذیت کنن. ببینین چه رویی داره، جلوی همه به هم دست رازی کرد. چرا چرت و پرت میگی خانم؟ حکومتی مردم آسری کنی؟ ببخشید، لطفاً آروم باشین، من داداشم هیچ کاری انجام نداده، لطفاً ازتون خواهش میکنم آروم باشین. همین الان باید ببریمش کلانتری، باید بریم کلانتری. داره دروغ میگه. مگه اصلا شما میدونین ماجرا چیه؟ نه، پس تمومش کنین لطفاً.
جلوی همه. فهمیدی؟ میری که به شوهرت درس بدی، بهش یه سیلی حسابی میزنی. میری که به شوهرت درس بدی، بهش یه سیلی حسابی میزنی جلوی همه. تو به چه حقی به شوهر من تهمت ناروا میزنی؟ برای همین اوضاع زن و تو کشورمون انقدر بده. ببینین چطوری از شوهرش دفاع میکنه. ببخشیدا، ولی داری حرف مفت میزنی. بهت دست که نزدم هیچی، نگات هم نکردن. هیچ کس جلوی زنش همچین کاری نمیکنه. دیگه این روزا به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. به پلیس زنگ بزنید ببینید کی به کی دست درازی کرده. زن این آقا این دختر بیچاره رو کتک زد. وای، عالی بود. این همه بهونه و اصرار من آوردید اینجا که من این آدم ها رو ببینم. ها زویا، به خاطر این پسر از خونه ما رفت. یادت رفت راش نه؟ آدیتیا کاریم نکرده باشه، باز تو فکر میکنی که همه چی تقصیر اونه؟ تو دیگه تصمیم تو گرفتی؟ آهای، چرا شما هیچ کاری نمی کنی؟ این یارو جلوی همه به هم دست درازی کرد. من تا اومدم جلوی همه اعتراض کنم، این زن اومد و با عصبانیت منو زد که دهنمو ببنده. فقط به خاطر همین زنه یه بی‌اراده است که اسم زنو بد درفتی. ببینین یه زن شده دشمن یه زن دیگه. راست و دروغ این قضیه رو فقط پلیس باید تشخیص بده. ولی تو این زن رو زدی؟ براش توضیحی داری؟ نداری؟ آره نه. من به تو هیچ توضیحی نمیدم، چون دارم راستشو میگم و اون داره دروغ میگه. اون باید توضیح بده. نور، تو داشتی فیلم میگرفتی دیگه، نشون بده، زود باش. باید اون فیلم جلوی چشم همه نشون داده بشه. زود باش نور. We'll be right back.
حالا دیگه حقیقت جلوی چشم همه رو شد. درست گفتی، یه زن شده دشمن یه زن دیگه. تو این فیلم مشخصه که تو داشتی نزدیک شوهر من میشد یا اون ازت دور میشد. خانم، به خاطر زنایی مثل توه که اسم زنا بد در رفته. این همه دخترن که در روز درد دسترازی و تجربه میکنن ولی نمیتونن حرفی بزنن، چه تو خونه چه سر کار یا بیرون، چون هیچ کس به حرفشون گوش نمیکنه. به خاطر زنایی مثل تو باید از خودت خجالت بکشی. خانم، اشتباه از شما بوده. اشتباه کجا بود؟ کارش افتضاح بود. زود باش معذرت خواهی کن. نه، من معذرت خواهیشو نمیخوام. فقط ازش میخوام دیگه این کارو تکرار نکنه و به هیچ کسم تهمت ناروا نزنه. به خاطر خودتو همه ی زنای دیگه لطفاً فقط از اینجا برو زود باش. خیلی خوب روشنا، دیگه باید بریم خونه. بگو ببینم، از کجا مطمئن بودی که من هیچ کاری نکردم؟ به تو بیشتر از خودم اعتماد دارم آدیتیا. عهدامونو که یادت نرفته، قولایی که دادم فقط به حرف نبود، کاملا بهشون باور دارم. به تو بیشتر از خودم اعتماد دارم و اگه خودم 100 تا خطا هم کنم، از ته دلم مطمئنم تو خطا نمی کنی آدیتیا. اگر راجب اشتباه حرف نمی زدی بهتر بود. ببینم، تو منو بخشیدی. چطور میتونم از دست تسبانی باشم آخه؟ هیچ کس نمیتونه بینمون بیاد آدیتیا. من اجازه نمیدم اعتمادمون از بین بره، هیچ وقت. خیلی خوش اخبار بودی که الهه این نعمت رو بهت داده. زویا، جناب برهمن دروغ گفت. من خوش اقبال بودم که الهه به هم لطف کرد و تو رو به زندگیم فرستاد.
آدیتیا، عشق تو به زندگیم زینت داده. بعد از اشتباهی که من انجام دادم، تو با اینکه عصبانی بودی اونطوری پشتم وایستادی و به خاطرم بابامو آوردی اینجا. هیچ شوهری این کار رو انجام نمیدادی. زویا لطفاً الان عذاب وجدان نداشته باش. شاید بعدم با دعوا کنم، شاید اشتباهی ازم سر بزنه، ولی لطفاً از پیشم نرو. لطفاً ازت خواهش میکنم. به هیچ وجه. اگه بخوام از پیشت برم باید قبلش نفسم بند اومده باشه. سپرت میشم و ازت محافظت میکنم تا هیچ خطری بهت برخورد نکنه آدیتیا، قول میدم. هر کس بخواد ما رو جدا کنه از خیرش نمیگذرم آدیتیا، باور کن نمیگذرم. آدیتیا، الان یادم اومد یه کاری دارم. میخوای کمکت کنم؟ نه، من میخواستم برای یه بابا کادو بگیرم. خب پس زود باش، برو دیگه، چرا منتظری؟ خونه میبینمت. باشه. آدیتیا ببخشید که دارم بهت دروغ میگم، ولی امروز باید راز زنی رو که میخواد خونمونو خراب کنه افشا کنه. اون زن الان به شوهرت تهمت دست درازی میزنه زویا. این دستگاه متروسازی خیلی سر صدا میکنه. مردم چطوری اینجا زندگی میکنن؟ شنیده بودم که این ساختمون شکایت کرده و خواسته ساخت و ساز متوقف بشه. الهه، به من راهو نشون دادی، حالا قدرتش هم بهم عطا کن. فکر می کردم که مثل موش بره تو سوراخش، ولی داره از خودش دفاع می کنه، داره آتیش می گیره. انگار من باید به اون نشون بدم که واقعیت چیه. انگار خوشش میاد وظایف همسریش رو ایفا کنه. حالا می خوام ببینم که برای شوهر اولش حاضره چه کارایی براش بکنه. حالا میبینیم. این همون خیابونیه که توش یاش و پوجا تصادف کرده بودن. تصاویر دوربین مدار بسته واضح نشون میده که مرگ یاش و پوجا زیر سر کی بوده. حالا میبینیم وقتی حقیقت برات آشکار میشه میخوای چه کاری انجام بدی. زویا آماده شو. چی؟ تو پسر یه وکیلی؟ خودت هم وکیلی؟ چرا هیچ برخورد قانونی نکردی؟ بابا راستش اصلا نیازی به برخورد قانونی نبود. زویا همچین برخورد قانونی باش کرد که تا 5 روز جاش رو صورتش بمونه. آره باش عادی، ولی مهمه که این آدم ها از قانونم بترسن پسرم.
بابا الان ترس از قانون و بی خیال. اون دختر الان ترس از زویا ولش نمی کنه. دیگه با هیچ کس همچین کاری نمی کنه. زویا نه زن داداش زویا. منم بهش میگم زن داداش زویا. ولی اول از همه اون دوست صمیمی منه. ولی جدن اون عروس خیلی قویه. یه جوری اونجا وایستاده بود که انگار تو خود دادگاه وایستاده و با خودش مدرک آورده و خودش هم میخواد حاکم بده. بین ما هیچ کس نفهمیده بود که نور داشت فیلم میگرفت. ولی بابا زویا، یعنی زن داداش زویا، به همه چیز دقت کرده بود. آرجو بابا، حالا که بهش فکر میکنم نمیفهمم چرا اون دختر باید همچین کاری بکنه. خودش اومد پیشم ولی بعدش شروع کرد به داد زدن و تهمت زدن. چرا؟ آدی شاید فهمیده بود که تو آدیتیا هودا هستی. فکر کرده بود یه سید پیدا کرده که راحت تو تور بیافته. ولی شاید نمیدونست که آدیتیا هودا تنها نیست و زویا باهاشه. بابا اگه فقط بحث پول بود پس چرا منو نکشید کنار و تنهایی با هم حرف نزد؟ اینجوری جلوی همه؟ یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. به نظرم مشکل شخصی. پسرم چرا هیینو دست کم میگیری که تو یه جوونه خوش قد و قامتی؟ اون دخترم ممکنه از تو خوشش اومده باشه. بابا اینجوری نیست. در واقع اون اومد به مهمونی و هیچ کاری نکرد. با هیچ کس دیگه حتی حرفم نزد. مستقیم اومد سمت من، انگار من هدفش بودم. بابا حس میکنم یه نقشه ای در کاره. آرجو با نور صحبت کن و فیلمو ازش بگیر. سعی میکنم داداش. آده گوش کن، چرا هی به این فکر میکنی و حال خودتو بد میکنی؟ راستی حالا زویا چطوره؟ ها کجاست؟ خب رفت برای باباش کادو بخره، امروز تولدشه. آدی پسرم، زویا با ازدواج کردن با تو جلوی کل خانوادش وایستاد و قد علم کرده. بعد از اومدم به اینجا انگار زمین و زمان خلاف اون پیش میره، ولی اون همچنان لبخند بر لب داره. همینطوری به تلاش کردن ادامه میده و تسلیم نمیشه. اون اعتمادی که امروز به تو نشون داد واقعا قابل تقدیره. ببین بسرم، هر ناراحتی و سوء تفاهمی که پیش اومده رو فراموش کن، بیشتر رو زنت تمرکز کن. یادت باشه پسرم، زن راضی یعنی خوشبختی. حق با شماست بابا. خدا حفظت کنه. ممنون بابا، حق با توه. برای زویا یه برنامه خاص ترتیب میده. تا اینجا اومدم ولی چطوری پیداش کنم؟ بگو. سلام. فکر کردم دوباره گوشی بندازی کنار رو بخوای از دستم فرار کنی. ولی قبول دارم زویا. قبول دارم که تو خیلی آدم شجاع و نترسی هستی. من همیشه شجاع و نترس بودم. ولی حالا میخوام ببینم تو چقدر جرأت داری. تو حالا فقط آزارم دادی، ولی حالا دیگه نوبت منه. قولت یادت بمونه، چون نکنه یه وقت به خاطر قولت و یکی دیگه هم بخواد مجازات بشه. حواستو جمع کن. تهدید کردن رو تموم کن. دیگه از تهدیدای تو نمی ترسم. فهمیدی؟ میخوای چی کار کنی؟ ها؟ میخوای باز به شوهرم تهمت بزنی؟ یا منو مسخره خاص و عام کنی؟
ببین، هر کاری میخوای بکنی بکن، من دیگه ازت نمیترسم. فهمیدی یا نه؟ من دیگه از نقشه های مسخره تو ذهنت نمیترسم. اینا همه کوچیک بودن. روحت هم خبر نداره چه اتفاقی قراره در واقع برای تو بیفته. میخوای چی کار کنی؟ قایم شدی و به هم حمله میکنی؟ آره، دیگه چی کار میتونی بکنی؟ میتونی مردمو به جون هم بندازی؟ میخوای چی کار کنی؟ اگه جرأت داری بیا جلو، اگه سرت به تنت میارزه بیا جلوی من. کافیه. چی شد؟ با شنیدن حقیقت ناراحت شدی؟ آره؟ ها؟ حرف بزن. به نظرم امروز برات روز خیلی بدیه. اول به دختری که فرستادی سیلی زدم، حالا راستشو بگو، حس کردی دارم به تو هم سیلی میزنم؟ نه؟ ساکت شو دختر. بهت یه فرصت دادم. با خودم گفتم کاملا نابودت نکنم، ولی زویا حالا دیگه امکان نداره، چون حالا قراره که بشینی و خون گریه کنی. حالا پشیمون میشی که چرا قبلا به حرف من گوش ندادی. پس امیدوارم نقشمون جا به جا نشه و تو هم پشیمون نشی. هر طور شده پیدات میکنم و میبینمت. بازی که تو شروع کردی رو خودم تمومش میکنم. تو فقط جرأت داشته باش و خودتو نشون بده. ساکت شو. الو، تو کجایی؟ اضطراری، فوراً بیا، زود باش.
زود پاش بادو. وایسا. ای خانوم، چی کار میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ لطفاً بهم بگین اینا کی بودن که از اون ساختمون اومدن؟ شما نگهبان اینجا؟ از این ساختمون؟ آره. تا حالا ندیده بودمشون. کدوم واحد بود؟ هفت، 708. واحد 708 که خالیه خانوم. نه آقا، یکی توی اون واحد بود، اونا بودن. به هم بگین کیان و از کجا اومدن. خانم، همراه هم بیاید که بهتون نشون بدم اونجا خالیه. حتما قفلش کردن. خانم، من کلید یدکی همه واحدا رو دارم، ولی باور کنید که این واحد خالیه. منم میگم باور کنید که اینجا بودن. در رو باز کنین، مطمئنم حتما یه چیزی اون توه. خانم، ممکنه کارم رو از دست بدم، نمیتونم این کارو کنم. ببین، همین جوریش هم کارت تو خطره. اگه بدون خبر تو یکی داخل بود، یعنی کارت تو خطره. خب خدا میدونه اینا کی بودن. اگه کار اشتباهی کرده باشن و پلیس ازم بپرسه، منم راست میگم که بهت اخطار دادم ولی گوش نکردی. لطفاً بازش کن بیا. باشه خانم. اصلا نباید می اومدی. بیای بیرون. منم دارم بهتون میگم که یکی اون تو بود. ببخشید ولی دارم راستشو میگم، من دیدم که یکی اون تو بود. خانم، من درو باز کردم که راضی بشید. لطفاً دیگه برید، خواهش میکنم. چطور ممکنه آخه؟ خودم دیدم. روز نزدیک بود کل نقشه ها نقشه براب بشه. باید فکر کنم که بعدش باید چی کار کنم. فقط ببین، یه مدت نباید کسی مزاحم من بشه. بله بگو. دختره رفته بود داخل خونه، ولی من همه چیو مرتب کردم، هیچی پیدا نکرد. خیلی خوب، باشه، بهت میگم بعدن باید چی کار کنیم. دو
دختره به هم حس حالت تهوع میده، ولی خیلی شجاعه. خانواده هودا یه عروس نیورده که براشون فقط میراث بیاره، یه دختر شجاع آوردن. حالا کار من خیلی سخت‌تر میشه، ولی خوبه. خوب بود زویا، میدونی چرا؟ چون هرچی دشمن شجاع‌تر باشه، طعم پیروزی شکست دادنش خیلی شیرین‌تر میشه. حالا قدرت تو رو از بین میبرم. آروم آروم. با اینکه امروز خیلی ترسوندیم که اومدی پشت دم در خونم وایستادی، ولی زویا حالا دیگه بهت فرصتی نمیدم. مثل یه سایه دورت میچرخم و میچرخم. حالا فقط خدا میتونه کمکت کنه. هر کسی که هست تنها نیست، خیلی دست نشونده داره، فقط میخواد جلوی همه ثابت کنه آدیتیا اشتباه میکنه. هر کسی که هست یه ارتباطی با آدیتیا داره. چرا دست درازی میکنی؟ دیگه منتظر نمیمونم، میرم همین الان همه چیزو به آدیتیا میگم. رازهای پنهان.